رئیس جمهور ایران چند روز پیش برای سومین بار در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد. آمده بود تا به عنوان سخنگوی دولت از آنچه در این چند ماه گذشته گزارش دهد. گفتگوی یک ساعته، اما واکنش با آن از همان دقایق ابتدایی شروع شد. هنوز هم ادامه دارد. بسیاری گفتند رئیس دولت یا در حال انکار واقعیت است یا از گفتن حقیقت طفره می‌رود. در چشم‌انداز امشب واکنش‌ها به سومین گفتگوی تلویزیونی ابراهیم رئیس را تحلیل خواهیم کرد. ابراهیم رئیسی که در طول مناظره های انتخاباتی توماری از اشکالات و ایرادها و کمکاری ها و ندانمکاری های دولت وقتا در لیست خود داشت و راهکار برون رفت از آن مشکلات در هر حوزه از اقتصاد تا سیاست خارجی را با ما برنامه داریم پاسخ میداد، همین روش پاسخگویی را پس از آغاز ریاست جمهوریش هم ادامه داد. همین چند روز پیش در تازه ترین گفتگویش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان مثال در مورد رفع موزل کمبود واکسن گفت خودش مستقیم با کشورها تماس گرفته، موزلی که به خاطرش روزانه صدها نفر جان دادن. یا مثلا تورم و مشکلات اقتصادی را دستپخت دولت قبل دانست و گفت تیم اقتصادی او مشغول به کار است تا ثبات را به بازار باز کردند. نه تنها مردم در رسانه‌های اجتماعی صحبت‌های رئیس دولت را به چالش کشیدند که طیف وسیعی از فعالان سیاسی و کنشگران و نهادهای مستقل هم به او هشدار دادند. به عنوان مثال دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که به او گفت اگر برای رهایی از وضعیت راه حلی عقلانی ارائه نکند مردم به او پاسخ میدن، شاید نه سریع و فوری اما حتما انقلابی. یکی دیگه از محورهای انتقاد هم حمایت تمام قد صدا و سیما از رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس جمهور فعلی بود که در تعریف و تمجید از عملکرد دولت از خود رئیس دولت پیشی گرفت. خلاصه این در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. و اینکه یک اتفاقی تا این اندازه بزرگ رقم میخوره که سیل واردات واکسن همزمان و تو همان تولید واکسن در داخل حمایت میشه، یک دستاورد درخشانی است. خب ما در حوزه معیشت یکی میدونیم روند افزایشی نرخ تورم کاهشی شده، باز این رو میدونیم که بحث تلاطم و التهاب در بازار ارز حالا یک سطوحی از مدیریت تغییر کرده. حالا خوب اینم اشاره بفرمایید که آیا سطوح دیگر به ویژه مشخصا در بانک مرکزی واقعا دچار تغییر چون اول بحث این است که خب دولت با استفاده از چه شیوه هایی به غیر از استفراز از بانک مرکزی تونست تأمین بکنه حقوق ماهیانی که باید به کارمندان بده. بالاخره شرایط کشور شرایط خاصی است. نگاه میکنیم میبینیم که دولت محترم خب هم ارز ترجیحی رو اختصاص داده، هم پیگیری کرده، هم دیپلماسی اقتصادی رو فعال کرده. واقعا شخص رئیس جمهور وارد شده در حوزه‌های مختلف، تأمین کالای اساسی اتفاق افتاده، تأمین نیاز مردم اتفاق افتاده. افزایش سرمایه اجتماعی دولت یکی از دستاوردهای مهم بوده که این نظرسنجی‌های داخلی و خارجی دارین. برای تحلیل این واکنش ها سه مهمان در چشم‌انداز امشب به پرسش های من پاسخ خواهند داد: فرنک چالاک، تحلیلگر سیاسی از تهران، حسن اعتمادی، فعال سیاسی از استکهلم، و جمشید اسدی، اقتصاددان که از پاریس با ما هستند. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت ما را پذیرفتید. خانم چالاک، با شما شروع بکنیم. گفتگوی تلویزیون آقای رئیسی در واقع گفتگو بود، مصاحبه بود برای ارائه گزارش یا تبلیغات سیاسی؟ سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و بینندگان محترم برنامه و میهمانان عزیز. مصاحبه که خب ایشون داشتن خب بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، با توجه به اینکه حالا صحبت‌هایی رو که ایشون انجام دادن خب قسمت اعظم اون رو که خب میدونیم که مسائلی هست که مشکلات اون و بنبست‌هایی که در حال حاضر درش گرفتار شدیم و جامعه ایران و مردم به خصوص باهاش دست گریبان هستن، مسائلی هست که هنوز 6 ماه نشده از زمانی که ایشون آمدن خب مشخص شده و به منصه ظهور خودش رو رسونده. ببینین مسئله مثلا به عنوان مثال مسئله واکسن رو به عنوان دستاوردی برای خودشون ایشون مطرح میکنن، در صورتی که اصلا مسئله واکسنی که این آقا تهیه کردن به اسم دولت آقای رئیسی مطرح داره میشه، واقعا اینطور نبود. خب میدونیم نحوه خرید اینها به چه صورت بوده، از زمان قبل این اتفاقات افتاد، یا حالا اون 10-12 نوع واکسنی رو که اینها داشتن تهیه میکردن خب دلایلش به چه علت بود، فسادی که توی این سیستم وجود داشت بابت این مسئله باعث شد جان بسیاری از انسانها طی این یک سال و اندی که اینها این مسئله کرونا رو اول شروع کردن به اینکه انکارش بکنن و بعد تکلیف کردن که حق ندارین واکسن خارجی وارد بکنین و دیدن که امکان اصلا
تولید در داخلش رو ندارن و این یک نمونه از سیاستی هستش که اینها در پیش گرفتن و با جان انسانها در ایران بازی کردن. ببین خانم شالکی، من عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، قصدم این نیست که از این پرسش در واقع به این نتیجه برسیم که آیا اونچه که آقای رئیسی گفتن درست بوده یا نه، اون بحث دیگری است که در برنامه‌های دیگری تحلیل شده. بیشتر میخوام نظر شما، شخص شما و واکنشی که مردم دارن به این صحبت رو. به عنوان مثال شما تصور کنید که یک نفر عزیزی رو از دست داده به دلیل همین مسئله واکسن که شما خودتون مثالش رو زدین، و بعد بشنوه که رئیس دولت بیاد و بگه من مسئله رو حل کردم با یک تماس تلفنی مثلا با رؤسای جمهور در کشورهای دیگه. چه فکری میکنید شما راجع به این مسئله؟ ببینید، همونطور که عرض کردم پیش در خدمتتون، مسئله این هستش که خب بنبست این سیاست ها و این مسائلی که دارن مطرح میکنن خب به شکل های مختلف خودش رو نشون داره میده و اعتراضاتی که در حال حاضر شاهدش هستیم، از اعتراضات روی آب هستش، روی بحث محیط زیست هستش، روی بحث دستمزدها هستش، همه اینها مسائلی هستند که در همین چند وقت خودشون رو نشون دادن. بحث معیشت مردم هستش، زمانی که عنوان میکنن بحث، یعنی این رو میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی که مردم دارن با گوشت و پوست و تک تک سلول هاشون این مسئله رو لمس میکنن در داخل، در عمل فکر میکنم که هیچ یک از این صحبت ها پاسخی برای پرسش های اونها و خواست ها و مطالبات اونها نخواهد داشت و نداره، و این رسماً من فکر میکنم یک جور توهین به شعور ملت هستش. بسیار خب. آقای اعتمادی، در واکنش هایی که به صحبت های آقای رئیسی عنوان شد، حالا از هر طیفی، چه اصلاح طلب، چه مسئولان سابق و پیشین از رئیس بانک مرکزی گرفته تا غیره و مردم که نه اقتصاددان هستن لزومن، نه لزومن تخصص دارن، اما اون چیزی که در زندگی واقعیشون داره اتفاق میفته رو مقایسه میکنم با صحبت های رئیس جمهور، بعضی گفتن که اساسا چالشی اصلا در کار نبود. مسئله چالش برانگیز این روزهای دولت بحث دلاره، بحث به عنوان مثال مذاکرات هسته‌ای که هیچ پرسشی مطرح نشد. شما چه فکر میکنید راجع به این واکنش؟ ابتدا خدمت شما، میهمانان عزیز برنامه و همچنین همیهنانمون سلام عرض میکنم. ببینید، به نظر من اصلی ترین چالشی که در برابر جمهوری اسلامی ایران وجود داشته، یعنی از دوران حتی پیش از دولت آقای رئیسی، و این از نظر مردم کشور ما امر پوشیده‌ای نیست، مسئله حل بحران مربوط به برجامه. و تا زمانی که این بحران حل نشه، سایر بحران‌های موجود دیگر، از مسئله واکسن گرفته تا مسئله اقتصادی، مسئله روابط بین‌المللی با کشورهای همسایه و غیر و ذلک، همه اینها بر سر جای خودش باقی میمونه. دولت آقای رئیسی بر اساس شناختی که از ماهیت به اصطلاح اعضای دولت اون داریم و تیم‌هایی که در عرصه مسائل مختلف از جمله موضوع اصلی حل مشکل برجام وجود داره، عملا قادر به حل این مسئله نیست. بنابراین وقتی مسئله بحران برجام حل نمیشه، مشکلات بین المللی، مشکلات داخلی، مشکلات اقتصادی و معیشتی و همچنین روابط بین المللی و منطقه‌ای بر سر جای خودش باقی میمونه. دو تا فاکتور اساسی در رابطه با سیاست‌های دولت آقای رئیسی وجود داره که در دولت قبلی، یعنی دولت آقای روحانی، وجود نداشت. این دو فاکتور برمیگرده یک ضدیت تمام عیار دولت آقای رئیسی با آمریکا و تلاش برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای که در دستور کار این دولت قرار داره و ما شاهدیم. یعنی آقای اعتمادی، شما معتقدین که در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی تلاش برای هسته‌ای شدن به این اندازه که الان وجود داره وجود نداشته؟ به نظر من وجود نداشت، و اگرم وجود داشت، مسئولیتش رو مستقیما دولت آقای روحانی نمیپذیرفت. یعنی جواد ظریف همواره تلاشش این بود که دشمنی بین امریکا و ایران رو به نوعی تقلیل بده، و در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای چون مسئولیت مستقیم رو نداشتن، تلاش می‌کردن که با موضع‌گیری‌هایی که به اصطلاح انجام می‌دادن، آمریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی رو متقاعد کنن که ما قصد به اصطلاح استفاده از فعالیت‌های هسته‌ای به عنوان یک اهرم فشار بر روی اینکه آمریکا رو مجاب بکنن و وادار بکنن که به شرایط جمهوری اسلامی تن بدن در رابطه با مسئله برجام،
اون رو سعی میکردن که یا پوشیده نگه دارن یا اینکه کمرنگترش بکنن. اما دولت آقای رئیسی این کار رو نمیتونه بکنه، به دلیل اینکه نعل به نعل سیاستهای رهبری رو در رابطه با ضدیت به امریکا و اصولا با کشورهای غربی پیش میبرن و در رابطه با فعالیت هسته‌ایشون ابایی ندارن از اینکه بگن که غنی‌سازی رو داریم گسترش میدیم، به اصطلاح مراکز توسعه فعالیت‌های هسته‌ای رو داریم همچنان گسترش میدیم و تقویت میکنیم. بنابراین این دو موضوع منشأ یک بحران بسیار جدی است که نه بحران برجام رو حل خواهد کرد و در نتیجه ادامه این وضعیت اثر خودش رو حتی بر روی نوع ارتباط کشور ما با سایر کشورهای همسایه ما و در منطقه هم خواهد گذاشت که در ادامه به سال این گفتگو میتونیم بهش اشاره بشه. خیلی کوتاه میخوام این سوال رو بپرسم بعد برم خدمت آقای اسدی. میخوام بپرسم که در واکنش به همین مسائل و گفتگوهایی که در وین آغاز شد، بسیاری در رسانه‌های اجتماعی نوشتن سالهای زندگی ما در پشت گره کوره در واقع مذاکرات هسته‌ای هدر رفت و هنوز هم هیچ دستاوردی نداشت. حالا شما اشاره کردید که مسئله در این دولت از نظر شما کمی متفاوت هست، ولی واکنش مردم رو در طول این مدت به یکی از فعالیت‌ها، یکی از مسائلی که آقای رئیسی باش دست به گریبان هست که همین مسئله انرژی اتمی و مذاکرات هست چطور می‌بینید؟ خیلی کوتاه لطفاً، بعد برمیگردم برای توضیحات بیشتر. ببینید، وقتی در دولت قبل از آقای ترامپ، در دوره آقای اوباما، وقتی مسئله برجام به نتیجه رسید و به توافقاتی دست یافتن، ما شاهد جشن گرفتن و شادی مردم کشورمون بودیم. یعنی وقتی هیئت نمایندگی ایران برگشت به ایران، ما شاهد این بودیم که مردم به استقبال اونها رفتن، در خیابان‌ها جشن گرفتن و تصورشون بر این بود که مسئله برجام حل شده، مسئله بحران هسته‌ای حل شده و ما از این به بعد شرایط بهتر رو شاهد خواهیم بود در رابطه با مسائل داخلی. بنابراین این نشان دهنده این استش که مردم کشور ما به هیچ عنوان سیاست‌های دولت‌هایی که بر سر کار اومدن در رابطه با ضدیتشون با آمریکا و غرب و گسترش مناسبات هسته‌ای رو قبول ندارن و اونها رو مانع سعادت و خوشبختی خودشون میدونن. آقای اسدی، یکی از صحبت‌هایی که آقای رئیسی در این گفتگو داشت و بسیار هم با واکنش مواجه شد، بحث نظرهاش در رابطه با مسائل اقتصادی بود که اونچه که الان داره اتفاق میفته خب از در واقع میراث دولت‌های قبل هست و ما داریم الان مقروضیم، داریم بدهی‌های دولت قبل رو میدیم، ولی تیم ما در حال در واقع مذاکره است، در حال رایزنی برای اینکه بتونیم ثبات رو به بازار برگردونیم. دلار از 30,000 تومان گذشت، حتی به 31,000 تومان هم رسید. واکنش‌های خیلی زیادی داشت. این رو مردم ارتباط می‌دادن به عدم توانایی دولت فعلی و اینکه اصلا نداشتن برنامه. یعنی یکی از مسائلی که بسیار در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفتن اصلا رئیس جمهور فعلی برنامه‌ای برای اقتصاد نداره. شما چه فکر می‌کنید که اقتصاد دانی؟ بله، هرچند که مدتی از آغاز برنامه گذشته است، اجازه بدید درود بفرستم به بینندگان، بگویم افتخاری است برای من هماندیشی با دو مهمان عزیز و سپاسگزاری کنم که منو به برنامه‌تون پذیرفتید. اما در مورد پرسشتون، نخست آنچرا که آقای رئیسی گفت، بدون استثنا تمام رؤسای جمهور در سالهای زمامداری خودشون گفتن. خاطرتون هست آقای روحانی تا چه مدتی سیاست‌های آشوبگرانه آقای احمدی نژاد و باعث گرفتاری‌های اقتصادی خودش می‌دونست. آقای احمدی نژاد سیاست‌های گذشته رو که ضد انقلابی بود باعث گرفتاری‌های خودش می‌دونست و حتی آقای رفسنجانی که سیاست‌های تند انقلابی رو با رفعت اسلامی مغایر می‌دونست. در نتیجه این حرف تازه‌ای نیست، بیشتر از آن که تازه باشد ملال‌آور است. اما اینکه دلار از 30,000 تومان گذشته، ببینید بانو، یک نکته رو من به روشنی عرض گزارش کنم خدمت بینندگان. هر وقت که به این صحبت رسید کسی که دولت چه میکند که اوضاع اقتصادی رو نجات بده و دلار رو نجات بده، مطمئن باشید در وضع بسیار دشواری هستیم. چرا؟ چون اگر اقتصاد سازوکار درست خودش رو ادامه بدهد، احتیاجی نیست که دولت یک دخالت عظیمی بکنه بخواد برای اینکه جلوی سقوط دلار رو بگیره. اگر حال و هوای من و شما خوب باشه، احتیاجی نیست که بگیم این دکتر الان چه کار میتونه بکنه که حال ما رو به بکنه. پس معلومه یه گرفتاری داریم که به اون جای کار رسیدیم. حالا
این دولت نه تنها جلوی افزایش سقوط ریال رو در برابر دلار نخواهد توانست بگیرد، بلکه شرایط از این دشوارتر خواهد شد. اما داخل پرانتز از هممیهنان عزیز استدعا بکنم که منو به عنوان تحلیلگر اقتصادی بدونن و نه مشاور اقتصادی، که بر مبنای آنچه که عرض گزارش میکنم دلار بخرند یا بفروشند، که اون حدیث دیگری است. دولت آقای رئیسی وقتی مقایسه میکنیم با دولت آقای روحانی، حتی از اقتصاددانهای تراز اول خود نظام ولایی هم استفاده نکرد، هرچند که آقای روحانی هم یکی یکی آنها رو فراری داد و رفتند، اما در هر حال کوشید آغاز کارشو با این کارها بکنه. اما این دولتی که به وجود اومده بسیار خطرناکه به لحاظ اقتصادی. تمام مسئولین اقتصادی که وجود دارن، مثلا آقای خاندوزی، مثلا آقای عبدالملکی که وزارت تعاون رو به عهده دارن، آقای میرکاظمی که مال سازمان برنامه هستند و آقای محسن رضایی که معاون آقای رئیس جمهور هستند، اینها با FATF مخالفن. بله. یعنی اگر مشکل برجام هم حل شه، مشکل تحریم ایران حل نخواهد شد، که مادامی که FATF هست و این دوتا رو بدجور به هم گره میزنن. برای شما علامت اینه که سخن رو پایان بدم، پایان میدم، ولی اگر دور بعد بتونم توضیح بیشتری در این مورد بدم شاید برای آگاهی بینندگان بد نباشه. در خدمتتون. حتما میتونید آقای اسدی. اجازه بدید که از خانم چالکی بپرسم، با توجه به اینکه جمله پایانیشون رو با اینکه توهین به شعور مردم هست چنین گزارش دهی هایی از طرف دولت، این سوال این پرسش رو مطرح بکنم. اونچه که دارید میبینید الان شما خانم چالکی، در واقع شرایطی هست که اعتراضات بسیاری در ایران در جریان هست. اعتراضات معلمان رو داشتیم، اعتراضات کارگران را هفته به هفته داریم میبینیم در جاهای مختلف، حتی مراکزی که در واقع آقای رئیسی ازشون تقدیر کرد، پرستاران، پزشکان که مرتبط با مسئله کرونا هستن، اونها هم بسیار نارضایتی زیادی دیدیم در طول این مدت ازشون. آیا فکر میکنید که این اعتراضاتی که داره شکل میگیره به این شکل به نوعی پاسخی به اونچه که دولت فکر میکنه که الان شرایط خوبه، همه چیز اوکیه و ما داریم سعی میکنیم که کنترل بکنیم نیست؟ اگر هست چرا فکر میکنید مسئولان حکومتی که مسئولیت دارن این مسائل رو نمیبینن؟ باید خدمتتون عرض کنم که میبینن این مسائل رو، منتها از اونجایی که خب سیاستی که در پیش گرفتن، به هر حال همونطور که آقای دکتر اسدی هم فرمودند، خب بحث سیاستی که در زمینه اقتصاد اینها در پیش گرفتن، خب یک سیاست واقعا وحشتناکی هستش. حالا من ببخشید در مقابل اساتید بزرگوار دارم اساءه ادب میکنم، ولی خب این کابینه ای رو که آقای رئیسی بستن یک کابینه فوق‌العاده وحشتناک و ضعیف هستش، در ضعیف‌ترین حالت ممکن هست و بر اساس اون اقتصاد مقاومتی هستش که بستن و تماما هم زیر نظر آقای خامنه‌ای این تیم بسته شده و با توجه به دو نوع سیاست، سیاستی که در رابطه با سیاست خارجی در پیش گرفتن و سیاست داخلی که در پیش گرفتن این تیم بسته شده. سیاست خارجی که سیاست مقاومتی و حملات نیابتی هستش و سیاست داخلی هم سیاستی که خودشون اسم گذاشتن سیاست مقاومتی و خدمتگذاری و جهادی هستش. ببینید با این نگاه این تبلیغات رسانه‌ای رو هم که انجام میشه خودشون برای خودشون توجیه میکنن. این آقایی که به جای آقای جنتی اومده دیروز پریروزا صحبتی داشتن، میگفتن که حکومت یک حکومت مقتدر مظلوم هستش و یه مقدار شبهه افکنی کردن در رابطه با این قضیه. خب که مردم باید سپاسگزار هم باشن، این در ادامه صحبتشون این رو آوردن که مد نظرشون این هستش که مردم باید قدردان این مسائل باشن. ببینین واقعیت ها رو میدونند و میدونن به چه صورت اعتراضاتی که مردم دارن انجام میدن به چه دلیل هستش. وقتی که ما اعتراضات جانبازانی رو که به هر حال افرادی بودن که جز وفادارترین اقشار به حاکمیت بودن، به حکومت بودن، اینها رو میکشونه پای اعتراضات. حالا ما در سالهای گذشته
دیدیم که افرادی بودن از این جانبازان که حالا خودسوزی کردن یا اعتراضی داشتن به صورت تک نفره یا چند نفره، ولی این اعتراضی که به صورت دست جمعی صورت گرفت دیگه من فکر میکنم آخرین مرحله‌ای بود که این افراد رو هم به پای اعتراضات کشوندش و خواستن عملا بگن که بحث اقتصاد و مسائل معیشتیشون رو نمیخوان با مسائل حکومت دینی و دین حکومتی و سیاستی که به دین و ایدئولوژی آغشته هستش پیوند بزنن و گره بزنن. بنابراین حکومت کاملا به این موضوع واقف هستش. اگر من فرصت داشته باشم یه موضوعی رو هم مطرح کنم، وگرنه من در ادامه صحبت میکنم. اجازه بدید برگردم به شما خانم شالکی، اجازه بدید با صحبت‌های شما رو با آقای اعتمادی هم دنبال بکنم. آقای اعتمادی، اگر با تجربه اون که خانم شالک معتقد هستن میدانند مسئولین حکومت که وضعیت به چه شکل است کاملا، آیا این رو هم میدانند که چه اتفاقی قرار هستش که بیفته یا به زودی ممکنه بیفته از طرف مردم؟ چون واکنشی که در واقع انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف داشت به سخنرانی اخیر آقای رئیسی در این دانشگاه قابل تأمل هست. صحبتی هستش که از دل همون جامعه داره برمیاد و اخطار و هشداری هستش مبنی بر اینکه مردم به شما پاسخ خواهند داد. این رو آیا لحاظ کردن در برنامه ریزی هایی که دارن آقای رئیسی انجام میدن؟ ببینید، این سوال بسیار مهمیه و واقعیت اینه که اون چی که ما شاهد هستیم در طی همین سالهای اخیر از دیماه 96 به این سو، آبان 98 و اتفاقاتی که در رابطه با اعتراضات گروه های مختلف کارگری و جنبش های اعتراضی که شکل گرفت و تا همین بحران بیابی و اعتراضاتی که در اصفهان صورت گرفت، اینها از یک بابت نشوندنده یک موج نارضایتی عظیم از سوی گروه های مختلف اجتماعی نسبت به جمهوری اسلامی است و از طرف دیگر حاصل تمام این اعتراضات تاکنون به دلایل ضعف‌هایی که از لحاظ سازماندهی و ارتباطات این جنبش های اعتراضی با هم دیگه به متاسفانه داره، شاید به یک معنا این اطمینان رو به حکومت اسلامی ایران داده که صرف نظر از تمام این نارضایتی ها و این اعتراضات پراکنده‌ای که روز به روز و ماه به ما در نقاط مختلف کشور ما شکل میگیره، اینها هنوز میتونن شرایط رو کنترل بکنن. اگرچه من معتقدم که ادامه این وضعیت موج این اعتراضات رو به گستردگی بیشتری خواهد کشون و در نتیجه همین اعتراضات مردم صاحب تجربیات جدیدی خواهند شد، به خصوص مردم معترض که به کف خیابان ها میان و طبیعتاً ابعاد این اعتراضات همونطور که عرض کردم تغییر خواهد کرد. اما سوال شما چون در رابطه با اون چی که امروز اینها فکر میکنن، من تصورم بر اینه که اینها فکر میکنن این شرایط رو میتونن کنترل بکنن، فکر میکنن که مردم ایران به هر کاستی و به هر مشکل و به هر سختی تن میدن، اگر واکسن ندارن، اگر غذا ندارن، اگر کار ندارن، اگر امکانات بهداشتی برای درمان بیماریشون ندارن، اونها تن میدن و برای حل مشکلات و مسائل خودشون راههایی رو پیدا خواهند کرد. چطوری کنترل میکنن؟ آقای اعتمادی دبیر در واقع انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته بود که پذیرفته حکومت که به ضرب گلوله میتونه کنترل بکنه. طبیعتاً یکی از راههایی که رژیم ایران تا حالا تونسته خودش رو نگه داره و حفظ بکنه، در آبان ما گلوله جنگی استفاده میکنه، در اصفهان گلوله‌های ساچمه‌ای رو به کار میبره، چون ارزیابی اونها برای هر نوع جنبشی و در هر سطحی بر اساس اطلاعاتی که دارن، بر اساس ارزیابی که میکنن شکل میگیره. بنابراین این درسته که تا به حال ابزار فشار و خشونت به نوعی تونسته جنبش‌های اعتراضی رو به نوعی کنترل بکنه، اما وقتی این اعتراضات از وسعت کنونی خودش تجاوز بکنه و بیشتر بشه و اعتراضات سراسری تر بشه، در همبستگی و اتحاد با هم صورت بگیره و به شکل میلیونی بشه، دیگه هیچ کدام از نیروهای نظامی و نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی نمیتونه اون وسعت رو کنترل بکنه و سرکوب بکنه. بنابراین یک ارزیابی غلط جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تن دادن مردم به این شرایط رو داره که در ادامه اوضاع کنونی به نظرم تغییر خواهد کرد. بسیار خوب. آقای اسدی، یکی از مسائلی که خب مطرح هست، شما به دلیل اینکه اقتصاددان هستید
من باید در زمینه اقتصادی بیشتر از اطلاعات شما استفاده بکنم. انتقادهایی هست همونطور که گفتم به اینکه معتقدم بسیاری بی‌برنامه است آقای ابراهیم رئیسی در زمینه اقتصادی. یکی از مسائلی که به عنوان مثال مطرح کردم بحث قرض نگرفتن از بانک مرکزی بود که بلافاصله رئیس پیشین بانک مرکزی بهش واکنش نشان داد و عملاً گفت که این ادعا دروغ است. یا مثلا بحث زمانی که بیش از 80% قیمت کالای اساسی افزایش پیدا کرد، آقای رئیسی دارن صحبت از این می‌کنن که مردم نگرانی بابت تامین کالای اساسی ندارن. به نوعی یکی از واکنش‌هایی که برام خیلی جذاب بود این بود که تشبیه کرده بودن مسائل مشکلات اقتصادی رو به دم خروس و گفته بودن که حالا قسم آقای رئیس رو باور بکنیم با این شرایط یا نه. بله، فرمایشتون بانو چند نکته داره، اجازه بدید به یک به یک آنها بپردازیم. نخست اینکه آیا نقدینگی افزایش پیدا کرده است یا نه؟ برای اینکه درس خدمت بینندگان پس داده باشم بگویم نقدینگی وقتی است که پول بیشتر وارد بازار میشه بدون اینکه وارد اقتصاد میشه، بدون اینکه تولید بیشتر وارد اقتصاد شده باشه و همین باعث گرانی میشه. حالا چرا پول بیشتر وارد میشه؟ برای اینکه دولت بی پوله و نمیتونه بسیاری از بدهی ها و تعهدات خودشو از جمله پرداخت حقوق برآورده بکنه، در نتیجه پول یه جوری چاپ میکنه و این باعث میشه که به شدت گرانی در کشور بشه. حالا دولت گفته ما چون این کاری نکردیم. ما دو دلیل داریم که چون این کاری کرده است و از همون آغاز نقدینگی اضافه شده. آقای همتی به این مسئله اشاره کرده، اما چگونه این صورت گرفته و این دلیل دوم منه یا دلیل مکمل اینه؟ ببینید، این از اون کارهایی است که بعضی وقتها بعضی ها این با نهایت احترام نسبت به باورمندان به خدا و شریعت دارم عرض میکنم، اما بعضی وقتا کسای کلاه شرعی میذارن. مثلا من یادمه که در روزنامه توفیق قدیم چاپ شده بود میخواستن انتقاد بکنن، یک به ظاهر مؤمن برای اینکه بتونه پارچه نامرغوب خودشو بده دست روی ریشش گذاشته بود و یه دست دیگرشو به پارچه گرفته بود و به مشتری میگفت به خدا قسم همش از روی پشمه، که حالا اگر سر پل سرات گرفتنش چرا دروغ بگی، بگی آقا من دستم رو ریشم بود، منظورم اون بود. این که میگن ما نقدینگی رو افزایش ندادیم، یعنی مستقیم مثل کاری که آقای روحانی میکرد نکرده، اما چه کار کردن؟ به بانک‌ها رو زیر فشار گذاشتن، نظام بانکی رو، که پول قرض بدن و وام بدن و حتی به بسیاری از پیمانکارهای دولتی اونها وام و پول بدن. خب نظام بانکی میگه که من حالا پول ندارم از کجا بدم؟ میگن بانک مرکزی تعهد کار شما رو میکنه. یعنی اون پولی رو که بانک مرکزی باید به حساب دولت واریز میکرد یا بدهی‌های دولت رو میداد، این کار رو الان نظام بانکی میکنه. خب نظام بانکی هم پول نداره، اینها رو از بانک مرکزی میگیره. یعنی به هر حال نقدینگی افزایش پیدا میکنه. قبل از اینکه بانون بفرمایید بله، اگر وقت هست یه نکته دیگه ای را عرض بکنم. بله لطفا بفرمایید آقای اسدی. بله، ببینید در مورد این به این مسئله اشاره کردید که دانشجوی شیردلی در برابر آقای رئیسی گفته است اگر این به کار خردمندانه این کار انجام ندید مردم پاسخ خواهند داد. نخست این که از آغاز جمهوری اسلامی تا به امروز همه دولت‌ها خردمندانه کارشون انجام دادن، خردمندانه بر اون مبنای باوری که داشتن. بله اینو باید دونست، هیچ کارشون بی خرد نبود. اگر بی خرد بودن که خب نمیتونستن به هدفاشون برسن. الان رسیدن به پای توانش سلاح اتمی، الان رسیدن به نفوذ در بسیاری از کشورهای منطقه. مسئله این نیست که کسی بتواند خردمندانه عمل نکند، مسئله این که اینو در ارتباط با کدوم هدف و آماجی داره انجام میده. و نکته دیگر این که مردم مرتب به پا خواستن، تا به امروز یک روز نیست که مردم در خیابان‌ها نباشن، همیشه به گستردگی اعتراضات خوزستان و اصفهان نیست، اما هر از چندی مال باختگان، بازنشستگان، حقوق نگرفتگان همه اینها در خیابان هستن و اعتراض میکنن. و این نکته آخرم، این ادامه خواهد داشت چون دولت پول ندارد، نمیتواند کاری بکند، کارهایی که میکنه باعث گرانی میشه و دولت نمیتونه تعهدش رو بده. میدونید برای این بودجه پیش رو برخلاف تعهدی که کرده بودن
گویا حقوق دستمزد بگیران به اندازه‌ای که قول داده بودن افزایش پیدا نخواهد کرد، چون واقعا پول ندارن. بعد بدتر از اینم خواهد شد. پس اعتراضات آقای اسعدی شده می‌کنید به کلیات بودجه 1401 اگر اشتباه نکنم که در دقیقاً مسئله لحاظ شده. بسیار خب، حالا اگر فرصت بشه شاید یه گریزی هم به اون موضوع زدیم و راجع به اون صحبت کردیم که ببینیم چه اثراتی در زندگی مردم داره. اما خانم شالکی، یک نکته شما می‌خواستید اضافه بکنید در انتهای صحبت؟ اول شما بفرمایید، بعد من سوالام مطرح بکنم. خواهش میکنم. البته من بنده چالاک هستم. خواهش میکنم. ببینید، من میخواستم یه مقدار از سطح کلانتر بیام به مسئله نگاه کنم و اینکه اصلا چرا آقای رئیسی رو انتخاب کردن توی این بحث، و چون مرتبط هستش تقریبا من فکر میکنم. اگر یه مقدار برگردیم به عقب‌تر، اینکه حکومت تصمیم گرفت با تمام هزینه‌هایی که برای خودش داشتش تیمی رو بیاره که دولت رو یک دست بکنه، حکومت رو یک دست سازی انجام بده، خب این دلایل خاص خودش رو داشت که من فکر می‌کنم تو سه تا دلیل عمده بشه این رو خلاصه کرد. یکیش بحث دوره انتقال هستش، دوره انتقال رهبری که به خدمت رفشه. یک بحثی که حالا مشکلات اقتصادی وجود داشته که خب اینها پیشبینی این رو کرده بودن که اعتراضات اجتماعی صورت میگیره. خب ما پیشینش رو در دولت قبلی هم داشتیم این مسائل رو، منتها به این شدت نبود و مشکلات به این شکل نبود. و مسئله بعدی که با توجه به این بحث مذاکراتی که داره پیش میره، برگمان زنی ها من فکر میکنم بیفزاید این مسئله رو، بحث در پیش گرفتن سیاست هسته‌ای هستش که خب خود این مسئله دو بخش رو شامل میشه. یکیش فشاری هستش که از خارج بر ایران قرار هست وارد بشه، یکیش هم بحث همون فشارهایی هستش که اعتراضات اجتماعی میخوان، یعنی در پیش رو هستن، همونطور که خب به هر حال پس لرزه هاش رو ما شاهد بودیم. به خاطر همین مسئله من این رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که می‌دانستن و با علم به این قضیه آمدن و این دولت رو سر کار آوردن. حتی افرادی رو که وفادار بودن مثل علی لاریجانی رو چیز کردن که از صحنه بحث انتخابات حذف بشه و با حداقل ترین میزان مشارکت مردم پی این قضیه رو به تنشون مالیدن که با حداقل ترین. ببینید، دارید اشاره میکنید به مسئله اعتراضها، اشاره کردید به مسئله نارضایتی ها، اشاره کردید. الان به عنوان مثال آقای رئیسی فکر میکنم دیروز بود اگه اشتباه نکنم راجع به هفت تپه صحبتی کردن، گفتن که این یک موزل بزرگ بود برای کشور و این دولت تونست به راحتی مسئله رو حل بکنه. من الان سوالم واقعا این هست، اگر همه چیز به همین راحتی که آقای رئیسی دارن توضیح میدن حل شدنی بود، با یک تلفن سیل واکسن، با یک توصیه یا تشکیل یک در واقع تیم بتونن مثلا موزل هفت تپه رو حل بکنن یا این چنین، پس چرا الان این همه اعتراضات در خیابان هست؟ ببینید، یک مسئله ای رو که خب ایشون یک مسئله که دارن این هستش که خب این رو درک نکردن که مسائل نه با شعار حل میشه و نه با دستور حل میشه. معضلاتی که وجود داره نه دستوری قابل حل شدن هستن، مشکلات اقتصادی که وجود داره، مشکلات معیشتی که وجود داره با یه تلفن زدن و اینها حل میشه. یا بحث همین هفت تپه ای رو که ایشون دارن مطرح میکنن، یه معضلی هستش که دارای پیشینه مثلا 10-12 ساله که داره از این دولت به اون دولت داره دست به دست میشه. بحث حالا رانتی که اون چیز هستش و با یک شب و دو شب این قضیه حل نمیشه. و خب این در تناقض با صحبت شما نیست خانم چالا که گفتید میدونن. اگر میدونن پس چرا دارن از راه شعار پیش میرن؟ اگر آگاهی دارن که با شعار حل نمیشه، چرا این روش رو انتخاب کرد؟ ببینید، نکته صحبت من این هستش که آیا اصلا مهم هست که بخوان این مسائل رو حل بکنن، یا همونطوری که ابتدای صحبت گفتیم فقط یک گفتگوی تبلیغاتی مثل دولت‌های قبل میان میرن و یک گزارشی میدن که حالا شاید چندان هم با واقعیت سازگار نباشه. بله، ببینید، من این بحثی رو که از سطح کلان خدمتتون عرض کردم، خب این سه پیشبینی وجود داشتش که این سه مسئله هر کدومش احتمالش هست و من الان در حال حاضر این بخش سوم رو بیشتر بهش توجه میکنم که هم بحث مسئله اعتراضات هست، هم بحث سیاست خارجی که اینها در پیش گرفتن، بحث سیاست هسته‌ای. ببینید، در عمل این به معنای این هستش که خودشان هم واقف به این قضیه هستن و اینها تماما مسائل تبلیغاتی هست برای اینکه بگن ما این کارها رو انجام دادیم، اما در عمل و واقعیت چیز دیگری هستش. اون چیزی هستش که مردم کف جامعه و اون افرادی که در جامعه دارن زندگی میکنن درکش میکنن، لمسش میکنن. و برای این حرفا ببخشید، من فکر میکنم
هیچ ارزشی برای مردم نداره وقتی که مشکل معیشت رو دارن، وقتی که نگرانی این رو دارن که امروز رو چگونه به فردا برسونن. بله آقای اعتمادی، اگر میدانند، اگر اطلاع دارن، اگر همه اون چه که صحبتایی که در صحبتای خانم چالک شنیدیم رو بپذیریم که اتفاق افتاده، چه احتیاجی هست به دستگاه عریض و طویل صدا و سیما که یک چنین در واقع به گفته خانم چالک مصاحبه تبلیغاتی و یک مصاحبه تبلیغاتی سیاسی در واقع برای آقای رئیسی راه بیاندازن؟ یک بخش از گلچینی از صحبت‌های مجری برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودن که ابتدای برنامه پخش کردیم که مجری برنامه از ابتدا تا انتها بیشتر از آقای رئیسی از دستاوردهای او داشت حمایت می‌کرد. چه نیازی هست اگر که واقعا معتقدن که اون چی که دارن انجام میدن درست هست، چه نیازی هست به این دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی؟ اگر درست نیست، اگر واقعیت نیست، اگر اون چی که بسیاری از مردم گفتن انکار وجود مشکلات هست تا ارائه راهکار در واقع برای مشکلات، اون وقت فکر میکنید تاثیرگذار هست این همه تبلیغات؟ تاثیر میذاره در جامعه بر مردمی که واقعا دارن زندگی میکنن با این مشکلات؟ خب ببینید، اجازه بدید اول اون قسمت آخر سوالتون رو بگم. نه خیر، تأثیر گذار نیست. مردمی که هر روز صبح بلند میشن میرن دم نونوایی و قصابی و میوه فروشی میخوان مایحتاج روزانه خودشون رو تهیه بکنن، میبینن هر روز درصد از قیمتها داره میره بالا. حالا اگر آقای رئیسی که سهل است، اگر آقای خامنه‌ای هم تشریف بیارن در رسانه بگن که اوضاع در حال بهبوده است، خب مردم باور نمیکنن، میگن شما دارید دروغ میگید. اما یه نکته تو پرسش شما هست که چند بارم تکرار کردید و من فکر میکنم بسیار مهمه، که واقعا اینا با دونستن تمام این واقعیت ها، چه در سطح مسائل داخلی و چه در سطح مسائل بین المللی، چرا این کارا رو میکنن؟ چرا فکر میکنن که میتونن آمریکا رو مجبور به عقب نشینی بکنن؟ چرا فکر میکنن که اروپا رو میتونن جدا بکنن از آمریکا و اونها رو متحد خودشون بکنن و بعد آمریکا تن بده به خواستای اینا؟ به نظر من یه نوع ساده اندیشی است. یعنی اینا هم در رابطه با مردم ایران و هم در رابطه با مسائل بین المللی و سیاست‌های خارجیشون دچار یک نوع ساده اندیشی و برداشت اشتباه هستند. کما اینکه این نارضایتی که امروز در جامعه ایران وجود داره این واقعیته و من در نکات قبلی که بهش اشاره کردم گفتم اگرچه امروز این نارضایتی ها از ضعف مسائل تشکیلاتی رنج میبره و نتونستن این اعتراضات به هم پیوند بخورن و تبدیل به یک نیروی میلیونی در سراسر کشور بشن، این باعث میشه که اینا فکر میکنن این وضعیت رو میتونن کنترل بکنن. اما این کنترل دائمی نخواهد شد. به همون میزان در رابطه با سیاست‌های بین‌المللیشون هم نمیتونن آمریکا رو وادار به تسلیم بکنن، نمیتونن اروپا رو متحد خودشون بکنن و نمیتونن هیچ گونه اقدام موثری که بتونه بقای اینا رو حفظ بکنه رو به طور جدی انجام بدن. بنابراین این ارزیابی غلط باعث شده که اینا در یک دور باطلی گیر بیفتن و همینطور این سیاست‌ها زبان تهدید، زبان به قول شما با گلوله پاسخ بدن اعتراضات به حق مردم رو. بله. و در رابطه با خارج از کشورم هی اورانیوم غنی بکنن، هی وانمود بکنن ما داریم بمب هسته‌ای میسازیم، از ما بترسید و بنابراین به شرایطی که ما قائل هستیم تن بدیم. در هر دو عرصه در دراز مدت اینا شکست خواهند خورد، نه دنیا تسلیم اینا خواهد شد و نه مردم ایران تسلیم اینا خواهند شد، چون واقعیت هایی که وجود داره چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه تنگناهای منطقه‌ای این رژیم رو وادار میکنه که تسلیم بشه. آقای اعتمادی ممنونم. آقای اسدی، فرصتمون کوتاه است، اگر بتونید در 2 دقیقه یک توضیح تصویری به ما بدید از آقای رئیسی و تیمش در سال 1401 در برنامه‌ای که در واقع برای بودجه 1401 در نظر گرفته و جایگاه مردم. نخست اقتصاد مقاومتی، همچنان که مهمان گرامی بانو چالاک بدان اشاره کردند، اقتصاد مقاومتی راهنمای اندیشه اقتصادی است. تمام کسانی که در تیم اقتصادی آقای رئیسی هستند در مورد اقتصاد مقاومتی که نظر آقای خامنه‌ای است و آن در برابر غرب ایستادنه، در برابر دنیای بیرون ایستادنه، همه اینا به اون معتقده. حتی به ویژه آقای عبدالملکی که میدونید حافظ قرآن هستن و با این نگاه به مسئله نگاه میکنه. دولت پول نداره. تا
تولید راه نمیفته، درآمدی نخواهد داشت، پس بسیاری از تعهدات و دولت نمیتواند انجام بدهد، یعنی بسیاری از خدماتی که به دست مردم میرسد گرانتر خواهد شد. اما چون وضع اقتصادی خرابه، دست مزد مردم، درآمد مردم هم کمتر میشه. کسانی که صاحب کسب و کارن، کسب و کارشون با سختی مواجه میشه و اگر تولیدی هم داشته باشن کسی نمیتونه بخره و کسایی هم که حقوق بگیرن کارشون از دست میدن. یعنی سال 1401 به ویژه با افق سیاهی که در مورد توافقهای بین‌المللی برجام به FATF هست، اقتصاد وضع بدتری پیدا میکنه و بیش از گذشته شاهد اعتراضات مردم خواهید بود. اما نکته بسیار نگران کننده اینجاست، چون دولت هیچ امکان اقتصادی نداره که مثلا مردم رو راضی بکند، تنها راهش کماکان سرکوب است، یا با ساچمه یا با چاقو یا با تفنگ. آخه چالاک، فکر میکنید با توجه به تمام اتفاقهایی که داره در حال حاضر میفته و توصیفات اقتصادی، چشمنداز اقتصادی که آقای اسدی از سال آینده ارائه کردن، فکر میکنید همین صحبتها، همین انکارها، همین نادیده گرفتنها منجر بشه که اعتراضها بیشتر بشه، گسترده تر بشه؟ خیلی کم فرصت داریم، شاید اگر بتونید در 30 ثانیه. مسلماً همینطور هست. ببینین در طی این چند سال دامنه بسامد این اعتراضات خیلی به هم نزدیک شده و همه اینها هم گره خورده با مسئله معیشت مردم، آب مردم، نانی که میخوان داشته باشن روزانه، و این مسئله نیستش که بتونن به راحتی از این مسئله بگذرن. و این مسئله من فکر میکنم مردم رو بیشتر به اعتراض وابدارد و از اونجایی که به هر حال حاکمیت هم اعلام کردن تو بودجه اخیر، بودجه که برای 1401 خواهند داد، هزینه کارمندها، حقوق دستمزد کارمندها رو هم ندارند که پرداخت کنن. یه برنامه‌ای رو تلویزیون داشت در رابطه با اقتصاد پخش می‌کرد که در اونجا اعلام کرد که 80% کل بودجه رو اختصاص میدن به این قضیه. خب اونجا هم در اون سطوح هم من فکر می‌کنم اعتراضاتی هم شکل بگیره، علاوه بر بدنه مردم که شغل‌های آزاد دارن و کارهای آزاد انجام. سپاسگزارم از شما فرانک چالک، تحلیلگر سیاسی از تهران، حسن اعتمادی، فعال سیاسی از استکهلم، و جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس که در این چشم‌انداز همراه ما بودید. از شما هم ممنونم که بیننده چشم‌انداز امشب بودید.